ما دیگه داریم برمیگردیم. مسئله‌مون جمع کردیم. خداحافظ. خداحافظ هتل. خداحافظ اتاق. خداحافظ. کجا بودیم؟ کوبه. کوبه. حالا می‌خوایم بریم جینجا. بعدش میریم. فکر کنم یه چیزی بخوریم. بعدش میریم یه جای دیدنی که اسمشو نمیدونم. حالا میریم با هم می‌بینیم. رسیدیم. خب من ولاگ توی معبد زیاد گذاشتم دیگه، خودتون میدونید یه سری جاهای مقدسه که ژاپنیا باور دارن انرژی خوبی داره و میرن اونجا دعا میکنن، و اینجام تو کوبه چون خیلی معروف بود و مامانم علاقه داره به اینجور چیزا، گفت بریم اونجا که از خودمون انرژی بدو دور کنیم. پس ما هم سکه برداشتیم و طبق معمول انداختیمون تو، دعا کردیم و انرژی منفی رو از خودمون دور کردیم. نسبت به معبدایی که رفتیم اینجا اونقدری بزرگ نبود، ولی چون وسط جنگل بود و طبیعت قشنگی داشت رفتیم که یکم اون دور و بر رو ببینیم و شمارم با خودم میبرم. بچه اینجا مخصوص کاپلاست، میرن فالشون رو برمیدارن بعد گره میزنن که مثلا سرنوشتشون به هم گره بخوره، برای همیشه با هم بمونن. به درد من و توی که سینگلیم نمیخوره، ولی گفتم نشونتون بدم در جریان باشید. من زیاد در جریان نیستم، ولی کسایی که علاقه دارن اون قرمزا رو اگر دقت کنید اون خیلی معروفه مثل این که، و مامانم گفت بریم مثلا اونجا که اینو ببینیم. حالا نمیدونم دقیقا چیه، الان میریم بهتون نشون میدم. ببینید این ورودی قرمزه چون معروفه، حالا مردم میرن از جلوش عکس میگیرن و حالا رد میشن و دوباره اونجا یه جای مخصوصی داره که پول میندازی و دعا میکنی. منم دارم رد میشم که اونجاها رو بهتون نشون بدم. چیز خاصی نیست، کوچیک بود، ولی خب دیگه خیلی معروفه دیگه. حالا من که نمیدونم، ولی بین کسایی که علاقه مندن به اینجور چیزا انگار که معروفه. دور بعضی از درخت ها اینجوری تناب میپیچن. این تنابه در واقع یه جور علامت گذاریه که نشون بدن این درخت خیلی درخت قدیمیه و انرژی توش زیاده. اینجوری میذارن که مردم بفهمن که بتونن از این درخت انرژی بگیرن. حالا یا بغلش میکنن یا دست میزنن بهش، هر جور که خودشون دوست دارن. ولی بدونید که این تنابای دور درخت علامت گذاریه. انرژی طبیعت دریافت کنید. نه کنید همه میرن دست میزنن بغل میکنن. نه این که مثلا ملت میان درخت رو بغل میکنن براتون خیلی عجیب و مسخره باشه، ولی واقعا طبیعت خیلی انرژی بالایی داره. اینجوری حالا شاید به دید مسخره باشه، ولی اون انرژی مثبت و حس خوبی که از طبیعت میتونید بگیرید با هیچ کتاب دینی نمیتونید بگیرید. داره برای خودش حموم میکنه. ما دعا کردیم، عکسارم گرفتیم. یه عکسای هنری تو نشونشون بده. البته اینا باید ادیت شونه. نه بابا. نه از لحاظ رنگ. چون میدونم خیلیاتون اینستامو ندارید، گفتم عکس رو اینجا هم یه ذره سرسری نشونتون بدم، ولی اگه دوست داشتید میتونید اینستامم برید دنبال کنید. این آیدیمه. بابا عکاس کی بودی شما؟ نه اونو طبیعت گرفته، اینو عکس طبیعت. میدونم. بچه اینجا یه بیسبال پلیر هست، خب که ایرانی ژاپنیه، اسمش درویشه. یارو ژاپنیه، لباس درویش پوشیده. نمیدونم میبینید یا نه، ولی درویش نمیشه پوشش. بدونید ما همه جا هستیم. دیگه داریم میریم. بای. نگاه آخر بکنید، داریم میریم. بای. بچه این مارماهی بهش میگه اونگی، بعد میخوریمش. من که دوست ندارم، ولی میخورنش. الان داریم میریم. کجا داریم میریم؟ اسمشو بلدیم ماما؟ ایزینکا، یعنی جاک خارجی بوده. یه چیزایی، یه جاهایی رو سبک خارجی درست کردن، یعنی خیابونه اروپایی. میخوام بریم اونجا رو ببینیم. بچه وسط خیابون آسفالتی رو برداشتن گل کاشتن. اینجا نوشتن خوشگله. آها نکاشتن. تاریخ امروزه؟ گل نکاشتن، چسبوندن گلو. بعد بر میدارن. بذار بالا بر بیارم سر آفزه. چی نوشته؟ نه نگاه کنین همه تیکیه. چه باد نمیبره خوبه؟ نه چسبوندن دیگه خوبه. سکای بالا بیکوچو سمی فالا
با گل برگن ها. زشت دختره. بعد اون یارو تو میوردی که دراز میشه بالا میره. آره. همیشه یادم میره. جام آتیشه. تا چندین متر اونورترن روی زمین اینجوری طرح با گلبرگ کشیده بودن. حالا زیاد نمیتونستم تشخیص بدن چیان، ولی خب خیلی زحمت کشیده بودن و ملت هم اینجا میومدن میشستن واسه خودشون عکس میگرفتن و اینا. اینم اونجایی که ما الان میخوایم بریم. اینجا همه پیشواز بود دیگه، الان تازه این کوچه است که ما میخواستیم بریم ببینیم. اینجا نقشه کل اونجا بود که مثلا جاهای دیدنی و نمیدونم موزه و اینجور چیزاشو گفته بود کجاست و همشون هم طرح خیابون و کوچه های قدیمی اروپایی بود دیگه. جاهای جالب زیاد داشت، معمولا برای ژاپنیا درست کرده بودن که میخواستن مثلا تجربه اروپایی داشته باشن و اکثرا اونجا ژاپنی بودن، زیاد خارجی نبود. مثلا اینجا خونه شرلک هومز بود، نقشه‌شو گذاشته بودن بیکر استریت. اگر فیلم یا کتابشو خونده باشید و دیده باشید همه اینجور چیزا واسه تون آشناه. اونجا قسمت انگلیسش بود و این ور یکم قسمت فرانسه و ایناست. خلاصه که یه همچین وایبی داشت و آره. ایسکای اتوبوسش هم یه جورایی سبک قدیمی درست کردن. ایسکای اتوبوس ژاپن اینجوری نیستن. اینجا دیگه همین دیگه، ببین یه کوچه است حالت موزه مانند داره، مثلا این یه قسمت موزه است، این بهش میگن خونه بن، نمیدونم بن کیه، اون بر خونه شرلوک هومز بود اینا، فکر کنم یه رپلیکاه توی انگلیس اصلش هست، نمیدونم منم، ولی خب محتوای این کوچه اینجوریه که به سبک اروپا درست شده. دلیل اینم که نمیریم تو خاطر این که ما امشب باید برگردیم، 7 ساعت تو راهیم و حقیقتا وقت اونقدری نداریم، فقط اومدیم ببینیم چی به چیه. گفتم شما هم نشون بدم کوچه‌شو. بچه دارک هیومر رو نگاه کنید، اینجا داره گوشت گاو میفروشه. خب بعد مجسمه گاو رو درست کردن، خودش داره خودش رو میخوره. را یکی از معروف‌ترین خوراکی‌های کوبه همین گوشت گاوشه. ما هم یه دونه امتحانی گرفتیم که ببینیم چی انقدر همه میگن گوشت کوبه خوبه و این یه دونه سیخ 1400 ین بود و 1400 ین واقعا برای این یه سیخ مقدار خیلی زیاد و غیر طبیعیه. خیلی خوشمزه است. نرمه. نمیاد، اصلا نمیاد. خیلی سخته. خطریه. نخرید. اصلا نمیاد. ما توی مغازه رفتیم ببینیم چیه و فهمیدیم که لوازم خونه میفروشن. اینجا هم این بابای داشت با بچهش اینجوری با این صندلی هایی که اونجا گذاشته بودن بازی میکرد، خیلی بانمک بود. خلاصه که رفتیم توی این مغازه، بعد وسایلایی که داشت انقدر لاکچری و گرون بودن من اصلا باورم نمیشد که کسی واقعا باشه که همچین چیزی رو بخره بذاره تو خونش. اینجا ببینید این آینه پوست اژدهاه. خب بعد اندازش هم اونقدی نیست. قیمت این صندلی ها بچه ها نکنی؟ من میرم پوش میشینم اینجا میتونم آدم رو نگاه کنم. چقدر دارک. موقع برگشتن دیدیم که یه سری نقشه ها اونجاست که نقاشی که با گلبرگ کشیده بودن و طرحشو و یه سری توضیحاتشو نوشته بودن و خیلی از اون طرحا کار بچه های کوچیک دبیرستانی، دبستانی و راهنمایی هم بودن حتی. الان میریم نهار میخوریم بعد دیگه حرکت میکنیم رو به خونه. تفریح تموم شد. اومدیم اکونومیاکی بخوریم، همون غذا که یادتون دادم بچه ها. از اول ماکت های اینجا رو نشونتون بدم. ببین بچه ها اینجوریه که از این منو شما انتخاب میکنید، بعد اونا مواد اولیهش رو واسه تون درست میکنن، بعد میارن ما خودمون اینجا درست میکنیم. یعنی اونا درست کرده ما خودمون فقط سرخ میکنیم، یه چیزی مثل یاکینیکوه. زن بونی؟
کلی فلفله چون مال من خیلی تنده. آه سید کلی این فلفل بود الان. حالا محتوای اینو هم میزنی قشنگ. اینو که هم زدی میندازیم این تو مثل اینا بشه. حالا میندازم نشونت میدم. نه هم ببین این قشنگ این تو رو بگیر. این محتواش هم تو ویدیو قبلی دوتون دادم. تخم مرغ و کلم و یه عالم خرت و پرت دیگه و آرد و نمیدونم چیز میز دیگه است. حالا تو اون ویدیو لینکش رو میذارم واسه تون خواستید یاد بگیرید. اون خونه گیشه این خیلی چرت و پرت دیگه هم توشه. ببین اینجا رو اول بگیر. اینا چون بزرگ ریختن موقع برگردوندن خراب شد. ولی من چون خیلی حرفه‌ای هستم کوچولو کوچولو می‌ریزم که برگردوندنش سخت نباشه. من خیلی آدم باهوش هستم. تازه جا هم نیست. این دوستمون رو بکنم بابا. این هم زودتر درست میشه هم خوشگلتره هم موقع برگردوندن اینجوری میوه یبار میشه. حالا درست شد خواستم برگردونم دوباره سیم میده. غذای سارا یکم مدلش فرق داشت. اینجوری بود که اول محتوای توشو میریختی هم میزدی و وقتی که خرد شدن حالت دونات میکردیش و قسمت آبکی رو میریختی توش. بعد از اون دوباره هم میزدی و این کارو چندین بار تکرار میکردی تا مایه توش تموم بشه و غذا حالت موچی بشه و آبکی بشه. زیاد قیافه جالبی نداشت همین جوریه، ولی خب طعم باحالی داشت. حالت پنیری مانند بود دیگه. بعد که تهش میسوخ مثل تدیگ میشد چیز جالبی بود برای یه بار امتحان کردن بد نبود. الان چون مال من دیگه کوچولوه اصلا با یه دستم میشه چپش کرد. اصلا با این کوچولوه میخوریم. اصلا سارا اینو گرفت که فقط با این کوچولوه بخوره. اصلا مزه غذا براش مهم نیست که. فقط میخواست با این کوچولوه. این کوچولوه باشه مصور انتقاط دست هرد. این غذای من این سوس پدیدم داره. اینم نوری. این همین جلوه که نه؟ حالا الان میخورم ببینم ازش چجوریه. اومای 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 خرای خونده خرای خونده دفعه بعدی قشنگ یک بگیر کمیده؟ او 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 یه موزی هنگم من نه؟ نه نه کنترل خدا آش رشته شد اینجوری؟ دو خود اکتر ها آشو پلاستیک کشوری خوبش مدر آشپز داریم یکی اینه اوشی مورد هم خوشمزه بودم اما سارت جم خیلی خوشمزه میتمه باوری این که دو کشکانی میچه میتمه باوری این هم بوده دوتا میتمه باوری آره دیگه اولش که داشتیم هم میزدیم خیلی خیلی خوشمزه آره تموم شد قضا اونو خوردیم الان میخواییم بریم دریا بعد دیگه بریم خونه واقعا بریم دریا رو فقط ببینیم و نه اینکه بریم شنا کنیم. اومدیم اینجا دریا ببینیم. دکلو اویوگه نای نا اویوگه تم اویوگه نای دشو خوب کنیم اویوگه نای نا این بابای داره به دخترش چیز یاد میده ماهی گیری. بچه ها اینو نگاه کنین روی این تابلو نوشته ماهیگیری نکنید. بعد یارو واسه خودش 3 تا تور ماهیگیری گذاشته که ماهی بگیره. Oh,
کنم. بچه ها اینا مثل زرافن. ولی در اصل چی هن؟ نمیدونم چی هن. پمپ آب هن. چی هن اینا؟ گاز هن. نفت هن. نمیدونم هرچی که هست زرافه نیستن. ولی انگار زرافه هن. مامانم خسته شده. کوشولو. دوربین داره اون تو رو نشون میده که چطوری داره درست میکنه. این از این دستگاه هست. الان داره شیرش رو میده. خامه بوده دیگه. ایمه ککو کارا دیتی کماس. چه ژاپنی گفتم مثلا اسکولا. داغه. مرسی. کاری پن خریدیم. دیگه پس نکه. آره نه. کاری پن یعنی نونی که توش کاره. کاری. بستنی خیلی خوشمزه است نه؟ باشه. چنده این بستنی؟ تکاسو 450. برو بود. اون ویدیو رو سعی کرد اینجا خرید کنه. چی داری کنه؟ نه این کاره. باشه. این بکنه؟ ایران شایی ماسته. بچه اینجا اونجایی که وسط جاده میای چیز کنی. حالا یا خوراکی بخوری یا سرعت کنی دستی کنی سوغاتی بگیر. دیگینی رو ده. دوینی. دور نیست زوره زوره کار زوره 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 شام میخوریم شام میخوریم از سوپرمارکت شام خریدیم میخوریم شب شب عشق رسیدیم اومدیم که اینجا الان چیزایی که اونجا خریدیم و چای بخوریم بعدش میخوابیم وسایل ها رو آوردیم همینجوری ولو کردیم الان من میخوابم فردا جمع میکنم. مرسی که این چند روز با ما بودید. دوستتون دارم. امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه. بای.